سلام، اسم من النازه و میخواستم راجب یه مسئله با شما صحبت کنم. راستش من داشتم خونم و تمیز میکردم که به چند تا چیز راجب گذشته برخورد کردم و اون دوران یادم افتاد. در واقع اون دوران حالا دوران جالب و قشنگی برای من نبود. اما خب به هر حال جزوی از زندگی منه و من هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم. درس که من از گذشتم گرفتم، واقعا زیاد بودن و بهم هم یاد دادن چطوری باید زندگی کنم. در واقع اتفاقاتی که توی چهار پنج سال پیش یا حدودا هفت سال پیش برای من افتاد منو دوباره ساخت منو بزرگ کرد چیزای زیادی از دست دادم اما خب در عوض چیزای بیشتری رو هم به دست آوردم که باعث پیشرفت می شد اتفاقاتی که برام افتاد به هم یاد داد گاه یوقات باید به خودم و عقلم گوش کنم تا بتونم از بند اسارت آزاد بشم و یه زندگی بر خودم بسازم در واقع بزرگترین درسی که این گذشته به من داد این بود که در نهایت تنها کسی که برای خودم میمونه خودم هستم و هیچ فردی جز من نمیتونه به من کمک کنه برای ساختن آیندم خلاصه بگذاریم و برگردیم سر موضوع اصلی. راستش من داشتم خونه رو تمیز می کردم که متوجه یه سری وسایل شدم که فکر می کردم از بین رفتن. خب من چند سال پیش یه صندوقچه برای وسایلم گذاشته بودم و وسایلی که میخواستم یادگاری باقی بمونند رو توی اون صندوقچه میذاشتم و قایمش می کردم. فکر میکردم این صندوقچه سوخته گم شده یا هر چیزی اما فکر نمی کردم هنوز پیش خودم باشه. اصلا یادم نبود که این صندوقچه رو با خودم آورده باشم. اما خب خوشبختانه پیش خودم بود. وقتی درش رو باز کردم با وسایلی روبرو شدم که بعضیاشون قسمتی از زندگی من رو تشکیل می دادن. درست از 15 16 سالگیم بود که ماجرای اصلی زندگی من شروع شد. ما توی روستایی نزدیک یکی از شهرها زندگی می کردیم. حالا به هر حال برای یه سری دلایل نمیخوام اسمی از شهر یا روستا ببرم اما خب ترک بودیم و جمعیت زیادی هم توی روستا نداشتیم. روستای ما حداقل از نظر خودم خیلی خاص و قشنگ بود و هیچ روستایی به پاش نمی رسید. یادش به خیر اون زمان با خواهرم برای اینکه یکم از دنیای واقعی فاصله بگیریم میرفتیم کنار رودخونه که توی روستامون بود. آبش زلال زلال بود. به حدی که با ورود عمق زیادش میتونستی سنگای زیر رودخونه رو با چشمات ببینی. اگه میخواستیم حساب کنیم، سرجم تعداد روستای ما نهایتاً 150 یا 200 نفر میشد. اما به هر حال چیزی که توی روستا اتفاق میافتاد، بالاخره تو کل روستا پخش میشد. اکثر افراد روستا پیر بودن و خرافاتی ما هم جوونا هم روحمون مرده بود. انگار کلن توی اون روستا همه مرده به دنیا می اومدن. با این حال ما تو همون قفس کوچیکم هم پرواز می کردیم. من توی بچگی اصلا آدم قانون مداری نبودم. اصلا نمی فهمیدم چیزایی که خانوادم میگن زشته منظورشون چیه. همیشه سعی می کردم آزاد باشم. انگار از همون اولم با آدم اون روستا فرق داشتم. من یه برادر داشتم که اون یکی قول من بود و تقریبا شبیه من بود اما یکم مظلومتر توی اون روستا مردها و پسرها برخلاف دخترها از مقامهای بالایی برخوردار بودند هر کاری که میخواستن انجام بدن فقط مردها رو انتخاب میکردن من حتی با همون بچگیم هم نمیپذیرفتم و هر بار که برادر بزرگترم میخواست اون یکی قولم و که اسمش سیاوش بود و به این طرف و اون طرف ببره مهم نبود کجا. پامو توی کفش میکردم که منم باید بیام. چرا وقتی اون میاد من نیام؟ دست آخرم یه کتک درست حسابی از برادر بزرگترم میخوردم. به خاطر فضولی و دخالتا. اما هیچ وقت درس نمیگرفتم و بار بعد دوباره اون کارو تکرار میکردم. هر بارم برادرم بیشتر کتکم میزد و دست آخر با تمام پر روی میگفتم من که دردم نگرفت دوباره یک کتک میخوردم. برادر بزرگترم آدم خیلی بیعصابی بود هیچ وقت به اون محبت نمیکرد اما با این حال من که دوستش داشتم حتی تا لحظه آخر باز هم دوستش داشتم اسم برادر بزرگترم عمر بود اما سیاوش و خواهر بزرگترم آلای اصلا شبیه به عمر نبودن. انگار کلا سیاوش به دنیا آمده بود که با تمام مردهای اونجا فرق داشته باشه و کلیشه هاشونو به هم بزنه مادرم موقع به دنیا آوردن سیاوش عمرش رو داد به شما. ما حتی نتونستیم چهرش رو ببینیم و من جز عکسش هیچ چیزی ازش ندیدم. حتی انگار حرف زدن درباره مادرم تو خونه ممنوع بود. چون من هیچ وقت چیزی راجع به مادرم نشنیدم. هر چقدرم که میپرسیدم کسی جوابی به هم نمیداد. هیچ وقت دلیلش رو نفهمیدم حتی وقتی که از اون خونه اومدم بیرون. حتی با اینکه چند سالی از اون اتفاقات گذشته همه چیز تغییر کرده من بازم ندونستم دلیل این کارشون رو متوجه بشم بنابراین کسی که برای من و سیاوش مادری کرد یکی خواهرم آلای بود و یکی مادر که با ما زندگی میکرد پدرم هم این کار فقط داشت اسم پدر بودن و یدک میکشید هیچ زمانی نقش پررنگی توی زندگی ما نداشت غیر از وقتی که بدبختمون میکرد غیر از وقتی که خواهرم روزی صد بار میکشت و زنده میکرد دیگه نقشی توی زندگی ما نداشت توی روستای ما خرافات بیداد میکرد افکاری که مال دوره قاجار بود به قول خودمون زیاد بودن یکی از این افکار این بود که دختر دیگه باید حدود 17-18 سالگی ازدواج کنه و اگه بمونه پس حتما مشکلی داره که کسی نمیاد خواستگاریش. توی این روستا اگه دختر یه خانواده خواستگار نداشت براش حرفای زیادی در می آوردن و دیگه امان از اون خانواده که حرف مردم روش تأثیر می حتی یادمه ما یه همسایه داشتیم که یه دختر داشت با چهار تا پسر که دوتاشون از دختر بزرگتر بودن. دو تاشون هم کوچیک‌تر از دختر بودن اما خب در هر صورت برای برادرای کوچیک‌تر هم چیزی فرق نمی‌کرد و براش مرد سالاری می‌کردن مجبورش می‌کردن هر کاری که میگن انجام بده خلاصه بگذریم یادم این دختر 18 ساله شد 19 شد 20 شد و تا 23 سالگی براش هیچ خواستگاری نیومد حتی یه خواستگار خب توی روستای ما خبری از آرایش و ابرو برداشتن قبل ازدواج نبود تازه بعد از ازدواج هم اگه غیر از یه روز میزدی دیگه هیچی. همون روژم هم کلی حرف پشتش بود. خیلی ها نمی زدن. چی می شد یکی شانسش در می اومد و شوهرش یکم آدم خوبی از داب در میومد و بهش اجازه میداد که رژ بزنه. قبل از ازدواج که هیچی. اگه نمی گفتن حتما دختره مشکلی داره. دختر فلانه آره دیگه دختری که آرایش میکنه خیلی کار دیگه هم حتما میکنه خانوادهش میدونه؟ خب خوبه دیگه امروز آرایش میکنه فردا تو خونه پسر مردم میبینیمش شوهر مردم رو اقفال کنه داره برای جلب توجه به خودش میرسه خلاصه از این حرفا توی روستای ما خیلی زیاد بودن که اجازه هیچ کاری رو نمیدادن این دختر خانم قیافه آنچنانی نداشت مخصوصا اینکه متاسفانه چشاش لوچ بودن و مشکل لکنت زبون هم داشت. بعد از چند وقت حرفای پشت سر این دختر بنده خود شروع شد، زیاد شد. بعد از چند وقت خبر اومد که این دختر خانوم مرده. بعضی‌ها میگفتن خودکشی کرده. بعضی می گفتن برادرش کشتنش و حتی بعضی می گفتن دختر از بیش و هری دق کرده. خلاصه مردم روستای ما همین حد افکارشون عقب مونده بود. اما خواهر من خیلی زیبا بود، شخصیتش زیبا بود، چهرش زیباتر. از پونزده سالگی خواستگار داشت. خیلی زودتر از مود، هرچند که بازم توی این روستا بد بود، حتی بازم به پسر چیزی نمیگفتن، گفتن که دختر ناز کرده که پسر افتاده دنبالش. اما از طرفی یه جور حس افتخار هم به خانواده میداد و مطمئن بودن که قرار دخترشون رو به زودی بدن بره و هیچ حرف قرار نیست پشت سر خانوادهش در بیاد. البته من از همون اول حرفای پشت سر خانوادهمون رو به خاطر شیطنت های زیادم درست کرده بودم. گاهی یواشکی از خونه می زدم بیرون و میرفتم تو جنگل میرفتم توی روستا میچرخیدم اونم بدون روسری، چیزی که از همه چیز تو رو روسته ما بدتر و براشون مثل فوش میموند. هر وقت که منو میدیدن شروع به پچ پچ میکردن و با دست به همدیگه نشونم میدادن. اما خب برای من زیاد مهم نبود. حتی کتک که بعدش از پدرم میخوردم. از عمر میخوردم هم برای مهم نبود. تنها چیزی که برای مهم بود خوشگذرونی بود. حتی یک بار عمر در حالی که داشتم با دوستای پسر سیاوش توی 16 ساله که بدون روز تری بازی می کردم منو پیدا کرد و از موهام کشید و بردم خونه و فقط با اصرار مادر بزرگم بود که با کمربندش نیفتاد به جونم مادر بزرگم بهش می گفت این بچه است نمی فهمه. دو سال دیگه خوب میشه. اما من خوب نمی شدم. هر سال فقط سعی می کردم آزادتر از دفعه قبل بشم و درد سرای بیشتری برای خانوادم درست می کردم. البته که از نظر خودم فقط بازی و سرگرمی بود هنوزم از نظرم همینه. هنوزم فکر می کنم همه اونها حق من بودن. توی اون روستا عروسگار از بچه هاشون می گرفتن و جاش حلقه می و فکر می دختر فقط باید سواد خوندن نوشتن داشته باشه کافیه. حتی اگه نداشتم زیاد مهم نبود حتی بهترم بود توی این روستا فقط یک نفر به این عقیده تن نداد اما هاشم که توی روستای ما بود به جای اینکه دخترش رو توی 18 سالگی شوهرش بده اون رو برای دانشگاه به یکی از شهرها فرستاد و دخترش رو از این روستای نفرین شده نجات داد یادم وقتی به پدرم گفتم و ازش خواستم اونم مثل امو هاشم رو بفرسته دانشگاه داد زد و کتکم زد که دیگه اون حرفو نزنم و امو یه آدم بی غیرته که ناموسش رو فرستاده یه جای دور از خودش گذاشته آزاد باشه. یادم اون روز خیلی گریه کردم و بهش گفتم از اینکه اون پدرم بدم میاد و آرزو میکردم که ای کاش دختر امو هاشم بودم. پدرم فقط به هم نگاه کرد. شاید تنها باری بود که اولین و آخرین باری بود که من یکم پشیمونی رو ته نگاه پدرم احساس کردم. خواهرم 18 ساله شد و این بار خواستگارهاش به طور رسمی تر شدن. خب توی روسته ای ما اینطوری نبود که راجبه کسی که قرار باهاش ازدواج کنیم خانواده تحقیق کنن و به این فکر کنن که نباید دخترشون رو دست هر کسی بدن. انگار به هم اعتماد داشتن که پدرم به خواستگار اول نه، دوم نه، سومی رو بهش داد و خواهرم رو به عقد اون خواستگار سوم در بود. حتی مطمئنم که اول رو دومی برای کلاسی که میزاش رد میکرد. و میخواست که به مردم روستا نشون بده که آره دختر من خیلی خواستگار داره چون دختر پاکیه و حرفش روی زبونا نیست. سر به زیره و آلای واقعا همینطوری بود. آسته میرفت آسته میومد. جوری که حتی هیچ کس متوجه رفت و آمدش هم نمیشد. مثل من موهای فری داشت اما چشمه اون رنگی بودن و چشمای من مشکی. اسم شوهر آلای علی بود. پسری که زبون زده همه بود و همه میخواستن که علی با دخترشون ازدواج کنه. علی از اون آدمای خشک مذهبی بود که نمیذاشت زنش رنگ و روی آفتابو ببینه و خب بله روستای ما از اینطور آدما خوشش میومد چرا که نه دخترشون تو خونه خودشون عذاب کشیده مگه میشه الان بره خونه کسی که بخواد بهش خوش بگذره یا آرامش داشته باشه خب با این همه خرافات قطعا نظر دختر خانواده برای خانواده مهم نبود و هر کسی پسندشون میشد و قبول میکردن و دخترشون رو میدادن میرفت. دختر مگه جرأت مخالفت داشت؟ ما تعریف های زیادی از علی شنیده بودیم. شنیده بودیم با اینکه خیلی خوشگو مذهبیه اما اخلاق خیلی خوبی داره. ولی خب کیه که بعد بچه خودش رو بگه و خب بچهشون نپیچونه تو گوش دیگران؟ بالاخره سوسکه که داره از دیوار میره بالا و مادرش بهش میگه قربون تستوبه بلوریت. داستان علی هم دقیقا همین بود و اون چیزی نبود که هیچ وقت نشون میداد و اون چیزی هم نبود که خاله مادرش ازش تعریف میکردن. روزی که آلای میخواست خونه رو ترک کنه خیلی گریه میکردم. فکر میکردم دارم مادرم رو از دست میدم. اما اون با خنده میگفت مطمئن باشم هر روز همینجا پلاس کنار ما به همون قول داد اصلا حس نکنیم که ازدواج کرده اون نیستش. اما خب زندگی همیشه همینطوری که ما میخوایم پیش نمیره. در واقع هیچ وقت اونطوری که ما بخوایم پیش نمیره. ما دقیقا روز بعد از عروسی آلای دیگه روی اونو ندیدیم. علی واقعا آدمی بود که نمیذاش زنش حتی رنگ آفتاب رو ببینه. حتی پدرمون نمیذاشت ما بریم دیدن اون و دیدن اون رو برای ما ممنوع کرده بود و میگفت هر وقت شوهرش صلاح بدون آلای میاد اینجا ما رو میبینه. گاهی وقتا با تمام بچگیم ما سیزده و چارده سال سنم به این فکر میکردم که یعنی پدر ما اصلا دلتنگ خواهرم نمیشه؟ یعنی هیچ وقت دوستش نداشت؟ خلاصه چند ماه گذشت و من توی اون چند ماه برخلاف دختری که قبلا بودم دختری که قانون شکن و پر انرژی بود تبدیل شده بودم به دختری که عمر میخواست. دختری که از جاش توی خونه تکون نخوره و درد سر درست نکنه و از خونه پاشو یه قدم هم بیرون نذاره. همه فهمیده بودن نبودن آلای مادر حقیقی من خیلی روم تاثیر گذاشته بود که بعضی اوقات عمر با خنده به میگفت کاش زودتر آلای شوهر میدادن که من مثل بچه آدم بشینم و زندگیمو بکنم. توی اون چند ماه به خاطر گوشه گیر شدنم کتکی نخورده بودم. حتی مادر هم نگرانم شده بود. به می گفت بلنشم دوباره مثل سابق شیطونی کنم و سیاوش با نگرانی از من میخواست باش فرار کنم. بریم به جنگل که بازی کنیم. اما من حتی دلم نمیخواست حرف بزنم. انگار یه تیکه از وجودم گم کرده بودم. از دستش داده بودم و دیگه نداشتمش. چند ماه بعد از ازدواج یه روز علی پیدا شد. هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم از دیدن یه مرد توی زندگیم بعد از سیاوش خوشحال بشم. اما من برای دیدن علی خوشحال شده بودم که با ذوق در باز کردم و دعوتش کردم تو خونه و منتظر موندم که خواهرمم باهاش وارد بشه اما خواهرم بود اما خواهر سابقم نبود. اما صورتش دیگه صورت قبلی نبود. جای کبودی بود روی صورتش، روی تنش. ابروش شکستگی داشت و حتی دستش رو با روز سری دور کردنش پیچونده بود. اون روز بود که زندگی من نه زندگی ما به کل عوض شد و من تازه اونجا بود که عمق فاجعه رو درک کردم و فهمیدم که چی شده. علی روانی به تمام معنا بود. روانی که از روی اول نه دومی که خواهرم به خونش رفته بود شروع کرد به کتک زدنش. کتکش میزد به بدترین شکل. اینو بعدها وقتی خواهرم توی بغلم گریم کرد و برام تعریف می کرد فهمیدم. اما امروز هیچی نگفت. گریه نکرد. در عوض لبخند زد و دست سالمش رو برای اینکه بغلم کنه باز کرد. با لبخند و زوق و چشمهای گریون به ام گفت برم بغلش کنم. برم بغلش چون دلش برام تنگ شده. با اینکه نگران بودم و میخواستم ازش بپرسم چی شده اما همه ای اونا رو سپردم برای بعد. سپردمشون برای بعد و تا جایی که میتونستم بغل کردم. اون هم با وجود تمام درداش چیزی نگفت و منو بیشتر بغل کرد. هیچ وقت اون روزو رو یادم نمیره. حتی یه یادگاری از اون صندوقچه کوچیک از رنگ رو رفته دارم. رو که آلای به دستش بسته بود و من برداشته بودم چون به نظرم رو سری قشنگی بود. حتی با اینکه به دردم هم نمیخورد اونو از آلای گرفته بودم و حالا توی صندوقچه پیداش کرده بودم. با همون یک یه, یه خونی که من بعدها متوجه شده بودم روی روسری باقی مونده بود اما هیچ وقت پاکش نکردم. چون به نظرم حتی اونم یادگاری بود. هیچ وقت اون روز رو یادم نمیره. اون روزی رو که علی نه تنها خواهرمو آورد بلکه خانوادهش هم مثل به سرای بچه ننه با خودش برای شکایت و چغلی آورده بود. نگاه های بد مامان علی رو به من و آلای رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. طوری ما رو نگاه می کرد که انگار ما افرادی بودیم که ارث نداشته پدرش رو بالا کشیده بودیم و حالا ما رو گیر انداخته بود. اون روز هیچ مردی خونی ما نبود و خب هم عمر هم پدرم رفته بودن سر زمینای کشاورزی و این یه بهونه شد برای بدتر کردن اوضاع برای ما از سمت پدر و مادر علی و خود علی داد میزدن و میگفتن دختراتون رو همینطوری بدون مرد تو خونه تنها گذاشتید که ول و آزاد شدن من حتی نفهمیدم چی میگن و اصلا برای چی دارن این حرفا رو میزنن اما آلای انگار دیگه نمیشنید و نه براش مهم بود که بخواد چیزی بشنوه یا بخواد به چیزی اهمیت بده. وقتی نشوندمش روی سکوی روی حیات به یه نقطه زل زده بود و هیچی نمیگفت. بالاخره داد و بیداد های علی و خانوادهش به گوش کل روستا رسیده بود و به گوش عمر و بابام هم رسیده بود که بعد از حدود نیم ساعت اومدن اونجا و من تازه فهمیدم قضیه از چه قراره. تا قبل از اون هر چی از آلای میپرسیدم جز سکوت هیچی به هم جواب نمیداد. حتی در برابر فروشایی که خانواده علی بهش میدادن و تهمتایی که بهش میزدند بازم هیچی نمی گفت. حتی نگاهشون هم نمی کرد. انگار دیگه بی خیال شده بود و براش حسی نداشت. انگار همه چیز فقط براش تبدیل شده بود به یه عادت. وقتی پدرم و برادرم اومدن خونه اونجا بود که تازه عمق فاجعه شروع شد و همه چیز برای هممون تبدیل شد به یک کابوس مخصوصا برای آلای اما اون بازم هیچی نگفت حتی وقتی دعوا شد هیچی نگفت وقتی برادرم کتکش زد هیچی نگفت انگار آلای اون روز فقط اومده بود که لال باشم از این جماعت حرف بشنوه و کتک بخوره در واقع آلای دیگه از اون به بعد هیچی نگفت. حتی تا چند هفته بعدش هم چیزی نگفت و دیگه لبخندهای واقعی نزد. علی گفت و گفت و گفت و من تازه فهمیدم مشکل چیه. میگفتن خواهر من نازاست. میگفتن اجاقش پوره و ما بهش دختر ناقص انداختیم. خب آره چرا نگه؟ در هر صورت هر طور شده حتی با جنگ و دعوا باید بچه داره نشدن پسرش رو مخفی کنه. اون موقع نمیدونستم حتی اگه میدونستم هم برام اهمیت نداشت. اما نمیدونستم که در واقع مشکل از خود علی بوده و حتی خانوادش از قبل و قبل از ازدواج میدونستن. اما خب هیچی نگفته بودن و بعد از ازدواج این کارو کردن که تا مثلا آبروی ما بره. البته که اون آبرویی که برای پدر و برادرم مهم بود خیلی وقت بود از بین رفته بود ولی خب فکر کنم تنها کسی که براش اهمیتی نداشت من بودم و بعد از من آلای در واقع آلای قبلا خیلی به آبرویی که باید برای پدر و برادر و خانوادهمون نگه میداشتیم پایدار بود اگه میخواستم کاری بکنم که از نظر مردم روست و بد بود آلای به هم میگفت نکن الناز درد سر میشه برات به علاوه درد سر آبروی ما میره نکن الناس. اما خب کو گوش شنوا؟ من؟ گوش دادن به حرف کسی؟ نه. اصلا حتی اگه اون آدم آلای باشه بازم به حرفش گوش نمی دادم. ضربه رو هم خوردم. یک بار وقتی که نه مادر بزرگ بود و نه آلای و نه حتی پدرم ضربه گوش ندادن به حرف خواهرم و خوردم. خواهرم و مادر بزرگم رفته بودن عروسی یکی از اهالی روستا. اما من که اون موقع فکر میکردم اصلا هیجان نداره و باعث میشه خوابم ببره هیچ وقت توی مراسم عروسی روستا پیدا نمیشد. پدرم برای کارش به شهر رفته بود و هیچ کس خونه نبود. فقط من بودم و سیاوش و عمر. البته عمر سر کار بود اما وقتی برگشت خونه منو در حالی دید که دارم سعی میکنم وسط جنگل لباسمو در بیارم و برم توی رودخونه. خب تقصیر من چی بود؟ من این کار رو دوست داشتم و حتی برای اولین بار میخواستم امتحانش کنم. اما خب امتحانش به ضررم تموم شد. حتی با اینکه نتونستم امتحانش کنم. اون روز عمر منو توی سرمایه زمستون بیرون از خونه نگه داشت و حتی یه پتو و لباس گرمتر هم بهم به نمیداد. وقتی اینو بهش گفتم گفت مگه وقتی میخواستی بدون لباس و لخت به تو رودخونه سردت بود. در روم بست و چندین ساعت تا اومدن با بزرگ و آلای منو پشت در نگه داشت. اونم با التماسه زیاد مادر بزرگ منو توی خونه راه داد. وقتی توی حیات بودم اول فرشایی که حتی معنیشون رو هم نمیدونستم اما میدونستم که الفاظ بدی هستن و آروم به کار می بردم و وقتی میدیدم برای عمر مهم نیست داره چه بلای سرم میاد و چقدر سردمه و اون اهمیت نمیده فرشا رو بلندتر میدادم. اما انگار واقعا هیچ چیزی برای عمر مهم نبود حتی اینکه خواهرش داشت از یخ میزد با این حال حتی با اون که توی اون حالت بودم عذر خواهی نکردم برای کاری که میخواستم بکنم اما عمر رسید و نتونستم انجامش بدم وقتی اون روز آلای برای گناه نکردش عذر خواهی کرد حرف زد و تنها حرفش کلمه ببخشید و من متاسفم و تقصیر من بود غیر از این سه کلمه هیچ چیز دیگه ای نمیتونستیم از زبون آلای چند ماه بعدش بشنویم. اون روز علی و پدر مادرش انگ به خواهر من میزدن که نمیتونه بچه دار بشه. آبروی خانواده من براشون مهم بود. پس از علی و خانوادهش با یه طرفن خواستن که این خبر بی سر و صدا بمونه و حتی پدرم برای این موضوع سر شرمندگی پایین انداخت و گفت ببخشید. کلمه‌ای که هیچ وقت ما از زبونش نشنیده بودیم. برای کارهایی که با ما کرده بود نه تنها عذرخواهی نمیکرد بلکه به نظرش کاری که در حق ما انجام میداد کار خوبی بود و به تربیتمون کمک میکرد البته من توقع دیگه ای نداشتم حتی با اینکه بچه بودم میتونستم بفهمم چرا برادر و پدرم اینطوری هستن اینطوری بود که اونا با این طرز فکر بزرگ شده بودن و فکر میکردم قرار این تربیت برای ما هم درست باشه و ما رو هم مثل خودشون کنن. توی اون روستا یه زندگی تکراری برقرار بود، یه زندگی تکراری و خسته کننده. در حالی که بعضی ها به فکر خودکشی میافتادن و البته چه کسی جرعتشو داشت. مردم روستا حتی بعد از مرگ فرد هم درباره مرگش صحبت می کردن و شرط می بستن روی اینکه کی قرار درست بگه که به چه دلیل خودکشی کرده. هیچ وقت جملاتی در بین این دلیل ها جملاتی مثل شاید زندگی سختی داشته شاید مشکلی داشته که از حدش گذشته بوده و شاید خسته شده بوده نبود جملاتی که اونا می گفتن فقط ترش ختم میشد به تهمت برای دختر بیچاره و بله فقط دختر توی اون روستا کم پیش میمد کسی خودکشی کنه چون برحال آبروی خانواده حتی بعد از مرگ هم برای خانواده مهمتره. اینو سه سال بعد فهمیدم اینکه مردم این روسا چقدر مغزشون فاسده اینکه آبرو حتی از مرگ هم براشون مهمتره اینکه حاضرن با افتخار سرشون رو بالا بگیرن و بگن من دخترم رو کشتم من خواهرم رو کشتم من زنم رو کشتم اما به هیچ عنوان نگن اون خودکشی کرده این چیزی بود که من بعدها فهمیدم و متوجهش شدم یادم یه دختر توی روستای ما به مناسبت 18 سالگیش به کمک مادرش قسمتی از موهاشو رنگ کرده بود بدون خبر دادن به پدرش کی میدونست پدرش تا این حد میتونه با این قضیه مشکل داشته باشه که وقتی شبش میاد خونه اون دختر اون دختر خوش و خوشگل رو میبینه اونو میکشه بله درسته اون پدر برای فقط آبروی مزخرفش دست به قتل دخترش زده بود و بعد هم با افتخار میگفت آره من کشتمش جالب این بود که مردم روستا تایید میکردن و براش کف میزدن میگفتن با غیرت و کار درستی کرده درس عبرتی شده برای دخترهای دیگه روستا که دست به این کارهای مسخره نزنن انگار اونجا نه تنها بچگی بلکه جوونی هم ممنوع بود و اونجا بعد از بد و تولدت پیر می شدی و بعدش هم میمردی تنها کسی که بعد از دختر آقای هاشمی توی اون روستا خوشبخت شده بود یکی از دخترهای پربحث دیگه روستا بود که تا همیشه همه حسود زندگیش بودن و دربارش صحبت میکردن. حتی وقتی رفته بود. از غذا یه نفر از تهران برای این خانم توی بیست سالگی خواستگار میاد و اون دختر با تموم مخالفت های با اون آقای تهرانی ازدواج میکنه. خب آبرو برای پدر و مادرش مهم بود مثل همیشه و انگار اون دختر پا بسته بود به همین که آبروی اونها رو ببره. اوایل که خانوادهش مخالفت میکردن سعی میکرد با حرف با اونا حلش کنه حتی وقتی که پدرش برای اصرار زیاد کتکش میزد. اما بازم برای راه افتادن کارش هیچی نمیگفت و میپذیرفت اما بعد از چند وقت فهمید که پذیرفتن و سکوت انتخاب خوبی نیست. اون دختر دختر خیلی خوبی بود و حتی هم بازی بچگی های من بودم و انگار اون روز آفتاب محتاب ندیده بودنشون رو گذاشته بودن کنار که یه روز پشت در خونهشون شروع کرد به جیق و داد که باید بذاری باهاش برم و کلی حرف زد و گریه کرد پدرش از ترس آبروش سریعا بدون هیچ جشن و یا چیزی با آوردن تنها عاقد ما توی روستا سیغه دائم محرمیت رو برای اونها خوند و به پسر گفت هیچ وقت نمیخواد دیگه اونو ببینه نه تنها اون بلکه به دخترش هم گفته بود دیگه نباید توی روستا پیداش بشه و همه این اتفاقات به خاطر چی افتاده بود به خاطر حرف مردم بیکاری که زندگی چندین نفر رو خراب کرده بودن به خاطر اینکه بیشتر از اینکه به دخترشون اهمیت بدن بیشترین اهمیت اونها برای حرف مردم بود نه خوشحالی دخترشون یا بدشون دخترش بعد از اون واقعا توی روستا پیداش نشد و اون پدر همیشه خدا رو شکر میکرد دیگه دخترش نیست و میگفت من یه پسر شاه دارم و چه نیازی به دختر دارم. اما مادرش گریه میکرد و ازش میخواست که برن دنبالش. اما پدر قبول نمیکرد. پدر اون دختر مواد مصرف میکرد و حتی ساقی مواد اهالی روستا بود. فکر میکرد هیچ کس نمیدونه اما همه از این قضیه خبر داشتن و این باعث میشد اون مرد توهم بزنه. وقتی مادرش با گریه به التماس براش میافتاد اون رو کتک میزد و حتی گاهی فکر میکرد زن نازنینش داره بهش خیانت میکنه. در صورتی که تنها کسی که برای اون پدر باقی موند همسرش بود. حتی در حال مرگش. حتی پسرش هم از پیش اون رفته بود. خب پسرش بعد از مدتی پولهای باباشو میکشه بالا و فرار میکنه و حتی تا به امروز هم فکر نمیکنم پیداش کرده باشن. خلاصه اونقدر با توهمات ذهن مریض و شکاکش به این فکر میکرد که زنش داره بهش خیانت میکنه میومد وسط خیابون و شروع به سنگساری اون زن میکرد و جالب این بود مردم روستا با اینکه که میدونستن اون مرد مواد مصرف میکنه و ممکنه توهم زده باشه بهش کمک میکردن برای سنگساری اینقدر از این طریق آسیب دید که بالاخره اون زن عمرش رو از دست جالب این بود که اون زن از همین مرد دوباره یک دختر حامله بود و این باعث می شد مرد بیشتر شکاک بشه. حتی با اینکه بارها صدای بحثشون شنیده بودم که زنش با گریه می گفت بیا بریم آزمایش بدم تا بهت نشون بدم بچه خودته. اما قبول نمی کرد و نمک بیشتری روی زخم اون می ریخت. وقتی زنش مرد در کمال تعجب به جای ناراحتی خندید و گفت خدا رو شکر که مرد. من زنی که اجاقش کوره رو نمیخوام. خب بله این یکی دیگه از مشکلات روستای ما بود که همه پسر دوست بودن و صد دختری که زناشون حامله می شدن نهایتا ده بیستشون بتونه به دنیا بیاد بقیهشون یا سخت می شدن یا موقع به دنیا آوردن اونو به روش های مریضگونه خودشون می کشتن. حالا هر طور که شده و پلیس و عدالت این توی روستای ما هیچی بود انگار روستای ما بیدر و پیکر بود که واقعا هم بود خلاصه برگردیم سر داستان آلای. اون روز به هر طرفندی بود این خبر هیچ جا پخش نشد تا وقتی که طلاق گرفتن و علی بالاخره دهن باز کرد و آوازه خانواده ما توی کل روستا پیچید که میگفتن دختر کوچیکشون همه جا وله و دختر بزرگشون هم وضعشون اینه کلی حرفش سر ما میزدن که البته وقتی به گوشمون می رسید دیگه پشت سرمون حساب نمیشد و ما میفهمیدیم چه چرت و پرتایی دارن راجبمون میگن وقتی علی و خواهرم طلاق گرفتن بالاخره ورق برگشت و علی و خانوادهش این موضوع رو همه جا جار زدن و این شد شروع بدبختی های خواهر من مادر علی خیلی با آب و تاب برای خواهرش تعریف کرده بود که ما فکر می کردیم دخترش چقدر دختر خوب و بینقصی و رفتیم گرفتیمش اما اگه دختر خاله خود علی رو براش میگرفتیم همه چیز بهتر میشد و خب خواهرش هم که کمکاری نکرده بود خدا رو شکر و حرفش رو به همه اهالی روستا رسونده بود. مادر علی چون میدونست خواهرش همچین آدمیه این کارو کرده بود و میدونست خواهرش میخواست اون موضوع رو به گوش همه برسونه و کی بهتر از خواهر خودش که همه میشناختنش و میدونستن ممکن نیست اگه یه حرفی رو بهش بزنن کل روستا نفهمه. پس به خواهرش گفت و خواهرش هم دستش درد نکنه به کل اعضای روستا این حرف رو رسونده بود و بعد از اون دوباره من آلای رو با دست و پای شکسته دیدم. تازه بعد از چند ماه خوب شده بود و داشت اثر اون کتک ها از بین می رفت که کتک های جدید روی بدنش نمایان می شد. عمر داد می زد و بهش می گفت بدبختمون کرده. بهش می گفت منم به اون رفتم که انقدر یاقی و دارم همه چیز رو به هم میریزم و حتی به مادرمون هم بی احترامی کرد و برای من جالب بود که پدرم هیچی نمی من از ترس می لرسیدم. فکر می کردم حتما نفر بعدی منم. اما انگار نمیخواست اجازه بده نفر بعدی من باشم. فقط با سکوت مراقب من بود و گفته بودم که تا چند ماه دیگه هیچ حرفی نزده بود. یادمه میرفتم بغلش می کردم و اون بعد از چند دقیقه توی بغلم می زد زیر گریه. در واقع بعدها متوجه شدم گریه های آلای برای کتکی که خورده نبوده بلکه گریه های آلای برای توهین ها بوده. برای تهمت ها و برای اون بدبختی که داشت میکشید. مثل همیشه اما در برابر پدرم و عمر فقط یکی دو تا کلمه می گفت. ببخشید و تقصیر منه. حتی دهن باز نکرد بگه این چند وقت منو کوتک می زدن. منو از پله ها پرت کرد. حتی نگفت مشکل از خود پسر اوناست. میتونن از آلای آزمایش بگیرن برای اثبات این قضیه. انگار آلای دیگه هیچ چیز براش مهم نبود و هیچ چیز برای از دست دادن نداشت. هر که ناگفته نماند که آلای حتی اگه حرفی هم میزد مطمئنا بهش میگفتند تقصیر خودت بوده. حتما خودت یه کاری کردی که شوهرت کتکت زده. اگر نه چرا باید اون موجود بی آزار بخواد تو رو کتک بزنه؟ حتی عمر به آلای میگفت که چقدر آلای آدم مزخرفی بوده که شوهرش حاضر نشده زن دوم بگیره و آلای رو کمی بیشتر تحمل کنه و بعد از چند ماه طلاق داده. آلای اما لب از لب باز نمی کرد که بگه اون دیگه ازدواج نمیکنه چون نمی تونه بگه دختر بعدی مشکل داره. اگر نه به خانواده شک می کنن و اینجاست که آبروی خانوادهش میره و همه میفهمن کسی که در اصل مشکل داشته پسرشونه. هیچی نگفت. فقط تحمل کرد. خب آره، داشتن زن دوم و حتی زن سوم و چهارم توی روستای ما به شدت یه چیز عادی بود. حتی پدر خودم زن دومی داشت که هیچ وقت به ما نشونش نمیداد و حتی نمیدونستیم اسمش چیه و آیا پدرم ازش بچه ای داره؟ پدرم هیچ وقت راجع به زن دومش صحبت نمیکرد. اگه مردی توی روستا به زنش خیانت میکرد، حتما مشکل از زن بود و زن کمکاری کرده که مرد پاش کج رفته. زن ارزه نداشته اگر نه برای چی باید خیانت کنه. اگرم طرف مقابل دختر خودشون بود میگفتن بالاخره ذات مرد همینه. باید کنار بیای. در هر صورت این زنا بودن که توی اون روستا قربانی این چیزا میشدن. حتی یادم پدر ما بهمون به اجازه نمیداد لباسایی خیلی رنگی و پرزرق و برق بپوشیم. چون میگفت ممکنه برای دیگران خونه خراب کن باشیم و اینطوری این بلا سر خودمونم میاد. میگفت کسی که لباس رنگی می پوشه دنبال جلب توجه دیگرانه اگر نه لباس مشکی هم قشنگه و این هم تفکری بود که اکثر مردم روستا باهاش موافق بودن. حتی مادر بزرگم که من از همه باهاش صمیمیت‌تر و بهتر بودم هم نظریه اونو داشت چون شوهرش طلاق داده بود و با یه زن دیگه ازدواج کرده بود. یعنی پدر بزرگ من و مادر بزرگم می گفت اون زن همیشه لباسای رنگی می پوشید و به خودش می رسید. پس برای همین من از شوهرم طلاق گرفتم. وقتی ازش پرسیدم تو چرا این کار رو نمی کردی؟ انگار دیگه جوابی نداشت که بهم به بده. چون همیشه این سوالم هم رو بی جواب می بعد از گذشت یک سال بالاخره سر و صدا خوابید. البته هنوزم تک و توک صحبت های درباره ما و بچه نشدن خواهرم بین مردم بود. اما از وقتی که خبر فرار زن یکی از مردای روستا با بچهش اومده بود، مردم روستا سوژه جدیدی پیدا کرده بودن برای اینکه دربارش صحبت کنن. و دیگه کمتر کسی بود که فعلا به ما توجه کنه. چند وقت بعد از فرار اون زن، شوهرش پیداش کرد و در نهایت بعد از حبس کردنش توی خونه، دیگه هیچ کس اون دختر و پسرشون ندید. حتی بعد از چند سال، هیچ کس نفهمید چه اتفاقی افتاده. حتی خانواده دختره نمیتونستن ببیندش و هر حال که پدرش میگفت من دختری ندارم. فقط به این دلیل که دخترش سعی کرده بود از بند اسارت آزاد بشه. به هر حال خبری از ما دیگه نبود و کمتر کسی درباره ما حرف میزد و اوزان نسبتا آروم بود. هرچند که آلای دیگه مثل قبل نبود و دیگه نمیشد اون لبخند واقعی روی صورتش ببینیم و دیگه حس آرامش از چشمش نمی گرفتن. بلکه اون چشمها به هم حس عجیبی میدادن. حسی که اسمش غم بود و من سعی میکردم توی همون چار دیواری اون حس رو برای خودم دور بندازم. بعد از گذشت یک سالی خواستگار دیگه برای اولین بار در خونه ما رو توی 16 سالگی من زد. همه فکر میکردن اون خواستگار برای منه و پدرم دم در نگهشون داشته بود میگفت دخترم هنوز سنش پایینه اما در کمال تعجب اونو گفتن برای آلای اومدن آلای اون موقع 21 سالش بود و مردی که اومده بود خواستگاریش یه مرد 57 ساله با دو تا بچه قد و نیم قد بود پسر مرد فقط سه سال از آلای کوچیک بود، دخترش هم فقط دوازده سال کوچیک بود. اون موقع اولین باری بود که من مخالفتی نسبت به چیزی از آلایی میشنیدم. گریه میکرد. به پدر و برادرم التماس میکرد که مخالفت کنن. اما برادرم که انگار همه کاره بود میگفت دیگه کسی پیدا نمیشه که تو رو بگیره. پس بعد همینو بپذیری و از این خونه بری. به هر حال تو یه زنی. آلایی با تمام مخالفت که کرده بود موفق نشد و مجبور شد با کسی ازدواج کنه که همسن پدرش بود و بچهش فقط سه سال کوچکتر از آلای بود. آلای این بار گفت برای مخالفت خانواده گفت و گفت که علی چه بلاهایی سرش آورده. گفت که اونو هر روز کتک میزد و اقداهاش روی اون خالی میکرده. گفت که مشکل از علی بوده و اون هیچ مشکلی نداشته. بالاخره بعد از یک سال دهن باز کرد و گفت. گفت اصلا براتون مهم بود وقتی یک سال پیش وارد خونه شدم چرا دستم شکسته بود؟ چون وقتی علی ساعت سه نصف شب برگشته بود خونه و آلای ازش پرسیده بود کجایی اون از پله ها پرس کرده بود پایین و آلای برای اینکه آسیب نبینه دستش رو محافظ خودش قرار داده بود و دستش در نهایت شکسته بود همچنین می گفت بعضی اوقات که علی میزد به سرش و دیوونه میشد سر آلای رو به دیوار میکوبیده و هیچ جوره نمیتونسته بیاد پیش ما چون علی و خانوادش اجازه نمیدادن حتی حرفی به کسی بزنه و در نهایت عمر چیزی گفت که انتظارش رو داشتن. بهش گفت احتمالا خودش کاری کرده و حق نداشته از شوهرش بپرسه که کجا بوده و کجا نبوده. اصلا ربطی به آلای نداشته شوهرش هر جا هم که بوده باشه. کلی حرف زد و مثل همیشه جریان رو به نفع مرد خانواده تموم کرد. آلای کم نیورد و گفت مردی که یک ماه بعد از مرگ زنش میره خواستگاری قطعا مرد خوبی نیست. عمر بهش گفته بود همین که اومده با تو ازدواج کنه و تو رو از خونه ببره بیرون خودش خیلیه و آلای حق مخالفت نداره. آلای مجبور شد قبول کنه اما سر حرفش که توی روز جشن عقدش مشکی میپوشه موند و روز عقدش مشکی پوشید. خانواده اون مرد که سیامک اسمش بود هنوز به هیچ کس نگفته بودن عروس کیه و تنها چیزی که گفته بودن این بود که میخوان برای برادرشون یا پسرشون عروس بیارن. قرار نبود جشن زیاد بزرگی باشه و قرار بود فقط ما باشیم و اونا اما خواهر سیامک کمکاری نکرده بود و هر کسی که تونسته بود و دعوت کرده بود. اونا رو پر کرده بود از آدم. خب کی میدونست قرار چه اتفاقی بیفته؟ کی میدونست یک ساعت بعدش من جنازه آلای و قرار کف زمین ببینم هیچ وقت اون زمان یادم نمیره وقتی که آلای روز عروسیش با لباس مشکی یه گوشه از پشت بوم نشسته بود و بدون اینکه هیچی بگه به زمین نگاه میکرد وقتی رفتم بهش بگم که مادر بزرگ گفته برای عقد بیاد میخوان خود رو بخونن یکم با لبخند نگام کرد و بعد گردن بندی که مال مادرمون بود رو به داد و گفت حالا که داره میره بهتر این دست من باشه و از من خواست برم پایین بگم الان میاد هیچ وقت یادم نمیره وقتی رفتم بالا دنبال آلای پسر سیامک که سه سال از آلای کوچیکتر بود با استرس از بالای پشت بوم درست جایی که آلای بود به سمت پایین میومد و لبش زخم بود من رفتم پایین و ما دوباره نزدیک یک رو برای آلای صبر کردیم تا اینکه صدای خواهر سیامک در اومد و گفت دوباره باید برم صداش کنم و نکنه فرار کرده. و من وقتی دوباره رفتم روی پشت بوم تنها چیزی که از آلای دیدم یه جنازه بود که از بالای پشت بوم افتاده بود پایین و سرش خورده بود به دیواره های جوری بودم اون روز که حتی نمیتونستم جیغ بزنم یا حتی نفس بکشم چه برسه به جیغ اما بالاخره جیغ زدم جیغی که به لطف بزن و کو فقط به گوش مادر بزرگ رسیده بود و اون بعد از دیدن جنازه آلای خانواده رو خبر کرده بود و بعدش با بغل کردن جنازه آلای گریه میکرد. کرد. احتمالا نبخشیدنش برای زندگی بود که آلای هیچ وقت نکرده بود. خانواده سیامک وقتی اینو دیدن شروع به داد و بیداد کردن که حتما آلای کاری کرده که دست به این کار زده. مگه میشه کاری نکرد و این اتفاقات بیفته. داد و بیداد راه انداخته بودند و من برای اولین بار عشقهای پدرم رو دیدم. چشمه سرخش و کمر خم شده شد دیدم. اما سیاوش نه. مثل همیشه بود. سخت و محکم وایستاده بود توی روی سیامک و خانوادش حرف میزد. و البته که برای حفظ احترام و آبروش ببخشید بخشید میگفت. من که بخواد از آلای طرفداری کنه. اون روز یه اتفاق جدید توی زندگی من افتاد. وقتی که سیامک به پدرم گفت من به جای آلای سر سفره عقدش بشینم چون به حال نه اسمی از عروسشون برده بود و نه چهره از اون به کسی نشون داده بود من تازه 17 سالم بود هنوز 18 سالم نشده بود که ازدواج کنم و این رو پدرم هم بهش گفت بهش گفت هنوز برای سن قانونی به ازدواج نرسیدم و توی روستای ما این حداقل چیزی بود که بهش اهمیت میدادن اینکه تا به سن قانونی نرسیم نمیتونیم ازدواج کنیم سیامک تایید کرد و گفت یه جوری قضیه رو جمع میکنه و ما هم فرداش میگیم پای آلای لیز خورد و از پشت بوم افتاده و برای ازدواج با من تا یک سال دیگه صبر میکنه و به همین راحتی همه چیز توی زندگی من تغییر کرده بود و من یک سال دیگه باید ازدواج کردم کی به نظر من اهمیت میداد کی براش مهم بود من میخوام یا نه آبرو تنها چیزی بود که برای اون خانواده مهم بود و همین خانواده بود که آلایی رو از من گرفته بودن. من دیگه برای همیشه نمیتونستم آلایی رو ببینم. همه چیز تقصیر همین خانواده بود که آلای هیچ وقت نتونست بدون ترس مشکلش رو بهشون بگه و اونا ازش حمایت کنن تا آلای زندگی خوبی داشته باشه و نخواد تصمیمی همچین چیزی رو بگیره. به قول مادر بزرگم آلای تا دست راست و چپش رو شناخت برای ما مادری کرد و بعدش ازدواج کرد. و توی ازدواج همچین اتفاقاتی براش افتاد. آلای هیچ وقت نتونسته بود زندگی کنه. آلای حتی تو بچگیش هم مثل من قانون شکن نبود. همیشه مراعات میکرد که یه وقت پدرم و عمر رو نراحت نکنه. آلای فقط زنده بود که باشه. که نشون بده هست. برای ما هست و میتونه باشه تو هر شرایطی. آلای هیچ وقت نتونست ثابت کنه که مشکل اون نبود. هیچ وقت هم ثابت کنه علی و خانوادهش اونی که نشون میدن نبودن. اما من بهش اعتماد داشتم. به هر چیزی که میگفت باور داشتم. چون من صداقت رو توی چشماش دیده بودم. توی اون یه سال به هر دری زدم تا پدرم یه عمر منصرف بشه. حتی پا به پای من سیاوشم تلاش میکرد که من ازدواج نکنم یا حداقل با آدم بهتری ازدواج کنم. یا حداقل با کسی که سنش کمتر باشه. پا به پای من گریه میکرد و تلاش میکرد و من فقط خدا رو شکر می کردم که سیاوش شبیه هیچ مردی توی اون روستا نبود. هر سال که بزرگتر می شدیم اخلاق سیاوش تغییر میکرد. اما مهربونتر از سال قبل می شد و متوجه می شدم که سیاوش برای این روستا حیفه و خوش به حال اون کسی بود که زنش می شد و از این مطمئن بودم. و حتی بعدها فهمیدم که کار خوبی کردم که هیچ وقت به سیاوش شخصیتش شک نکردم. یک سال به سرعت گذشت و من هر کاری که کردم پشیمون بشن هیچ جوره جواب نمیداد. حتی دست زده بودم به کارهای بچگونه ای که نهایتا توی دوازده سیزده سالگی انجام میدادم اما باز هم جز کتک چیزی نصیبم نمیشد. هر کاری می کردم های عمر از دفعه قبلش شدتش بیشتر بود و دردش بیشتر. اما خب من دیگه عادت کرده بودم و فقط می خواستم هر کاری کنم که با اون پیرمرد مرد ازدواج نکنم. دلم میخواست مثل فانتزیهایی که داشتم فانتزیهایی که یواشکی توی دفتر صورتی رنگم مینوشتم با کسی ازدواج کنم که دوستش داشته باشم و خوشبختم کنه البته من هیچ وقت خوندن و نوشتن یاد نگرفته بودم و چیزای جزئی فقط به لطف آلای بلد بودم تا وقتی که بتونم کامل یادشون بگیرم این آلایی بود که برای من توی دفتر هر چی میگفتم مینوشت مینوشت و به هم میخندید که انقدر رویا هم زیادن و به دور از واقعیت حداقل توی اون روستا این رویا ها فقط رویا باقی میموندن اما خب هیچ چیزی اون طوری که من میخواستم پیش نرفته بود و حتی پیش نرفت تنها شانسی که آورده بودم این بود که به خاطر فوت مادر سیامک ازدواج ما یک سال دیگر رو هم به تعویق افتاد و فکر می کردم که قرار معجزه بشه. فکر می کردم خدا بالاخره به منم کمک کرده. حتی این بار خودم با سواد خودم توی دفتر صورتی رنگ به خدا نوشتم از اینکه کمک هم کرده و من قول میدم براش جبران کنم. اما مثل اینکه رویاهای من مثل جلد دفترم خیلی رویای صورتی بود. چون بعد از اون سیامک دوباره سراغ گرفت و دوباره منو خواستگاری کرد. خیلی گریه کردم. حتی برای اولین بار شروع به التماس کردم. گفتم ببخشید. گفتم آدم میشم. گفتم میشم همونی که شما ها میخواید. اما من برای اولین بار چشمهای شرمنده پدرم و رو میدیدم که از من چشم برمیگردونن و به همی فهمونن که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. فقط به خاطر یه چیز چرت به اسم آبرو. حتی توی روز عروسی هم با التماس نگاهشون میکردم و اونها هم اهمیتی نمیدادن. حتی نگام نمیکردم. البته عروسی نبود. یه جشن بود توی خونه که انگار بیشتر عزاداری بود و هیچ بزن و بکوبی نبود. حتی رقصی هم نبود. در عوض پچپچای اهالی خالزنه که روستا بود که میگفتن حتما مشکلی داشتم که منو با این سن به یه پیرمرد بچه دار داده بودم. مردم این روستا انگار هیچ وقت یاد نمی گرفتن کجا باید چه حرفی رو بزنن. با تمام تلاشایی که کرده بودم در نهایت من با اون مرد بچه دار ازدواج کردم. شدم مادر دو تا بچه ای که یکیشون از خودم بزرگتر بود و روز عروسی با بدجنسی تمام انگشتر مادر مردش رو به من داده بود. تنها ویژگی مثبتی که اون پیرمرد داشت این بود که ثروتمندترین فرد روستای ما بود و حتی توی تهران خونه داشت و بعد از ازدواج من رو به تهران برده بود و خونه گرفته بود. فکر کنم این بهترین کاری بود که میتونست برای من انجام بده. اوایل ازدواج رفتار خیلی خوبی داشت. منم بچه بودم، خام شده بودم. هر میخواستم برا میخرید. به بهترین جاهای تهران میبردم. حتی موهام رنگ کرده بودم. انواع لاک و لوازم آرایشی رو داشتم. دیگه هیچ کدوم از اعضای خانوادم رو نمیدیدم اما به نظرم با این حال زندگی خوبی داشتم تا اینکه کم کم گذشت و بعد از گذشت سه سال اون دوباره دو تا بچه هاش رو به خونه یاورد که توی تهران با هم زندگی میکردیم. هرچند باز هم دل خوشی ازش نداشتم اما حداقل هفتاد درصد عقده های من خالی کرد و من وظیفه خودم میدونستم که از بچه بهترین نگهداری رو کنم. حتی بعد از یه وقتی آب و غذا هم چیزی بود که به زور به من میداد و تقریبا میخواست منو بکشه. یک هفته از اومدن بچه بود که به کل رفتارش با من فرق کرد. تازه خود واقعیش نشون داد. بعضی اوقات نمیذاشت غذا بخورم و اگرم میذاشت نهایتا یه نون و برنج خالی بود انگار من حیوان خونگی و خدمتکارش بودم که هر کاری هم میگفت باید انجام میدادم متاسفانه بدترین چیزی که توی اون شرایط تحمل کردم وقتی بود که یه شب که خواب بودم به من تعرض شد اونم توسط پسر سیامک در حالی که من خواب بودم و حتی وضعیت درستی هم نداشتم اون به من تعرض کرد و بعدش بهم به گفت از من فیلم داره و شروع کرد به تهدید کردن. حتی جرأت نکنم به کسی این قضیه رو بگم. چند ماه گذشت و من افسرده که افسرده شده بودم. یه روز که تلویزیون روشن بود متوجه شدم خانومی از مشاوره پلیس صحبت میکرد. می گفت اصلا نباید از تهدیدهایی که میشه بترسیم و حتما باید اگه اتفاقی افتاد به پلیس با مدرک اطلاع بدیم. خدا رو شکر یه سری چیزا حالی می که لباسای اون موقع رو دور نندازم و به علاوه اگه واقعا فیلمی در کار بود خودش یه مدرک بود. یه روز که با بهانه خرید برای خونه رفته بودم بیرون فاصله به ایستگاه پلیس رفتم و همه چیز رو تعریف کردم. حتی از کتکهایی که میخوردم و بالاخره بعد از دو ماه تونستم سیامک و به سرشو گیر بنزم. بعد از اون به روستای خودمون برگشتم و فکرشم نمیکردم اما من با استقبال خیلی خوبی روبرو شده بودم. فهمیدم واقعا در نهایت این خانه با دست که برای من میمونه و این منم که میتونم همیشه به خودم کمک کنم. نه کس دیگه ای. وقتی برگشته بودم سیاوش با یه دختر ازدواج کرده بود و طبق انتظاراتم درست مثل یه فرشته با اون دختر رفتار میکرد. عمر اما هنوز تغییری نکرده بود. اونم زن گرفته بود و یه بچه پسر داشت. انگار زنشم مثل عمر از من خوشش نمی اومد. وقتی برگشتم به روستا عمر کسی بود که باز هم به خاطر حرف مردم قصد داشت منو از خونه بندازه بیرون. عمر دقیقا همون کسی بود که چند سال پیش وقتی سیامک گفته بود منو به جای آلای میخواد و من با گریه و التماس قصد داشتم پشیمونش کنم بهم گفته بود به خاطر آبروریزی هایی که توی بچگی به وجود آورده بودم کس دیگه ای حاضر نیست منو بگیره. سیامک از سرمم زیادیه و خب راست میگفت. هیچ کس خواستگاری من نیومد. اما من هیچ وقت پشیمون نبودم از کاری که کرده بودم. اون روز وقتی بعد از برگشتنم عمر قصدش منو از روستا بیرون کنه من برای اولین بار حمایت پدرم رو دیده بودم. بعد از اون با کمک پدرم با سیاوش و زنش به تهران اومدم و ادامه تحصیل دادم و کار پیدا کردم. آسیب روحی که بهم هم خورده بود حتی هنوزم حل نشده و من به خاطرش هنوزم میرم دکتر اما کمکی که پدرم بهم هم کرده بود خیلی چیزا رو حل کرد پدرم و مادر بزرگم نیومدن به خاطر اینکه اعتقاد داشتن باید توی خاکی که به دنیا اومدن بمیرن من تونستم بعد از یک سال علی و اون مردی که زنش فرار کرده بود و هم زندانی کنم خوشبختانه بعضی چیزهای توی صندوق بهم به کمک کرده بود پلیس وقتی به خونه اون زنی رفت که فرار کرده بود کلی چیز پیدا کرد و فهمید زن از گرفتن زخم بستر فوت کرده. اون فقط روی تخت بسته شده بود و بهش غذایی نمی رسید حتی دست روی هم نمیتونست بره. و این یکی از دلایل دیگه مرگش بود. مادر علی انگار عذاب بجدان گرفته بود به همه چیز راجع به علی اعتراف کرد و علی به خاطر خشونت خانگی که استفاده می کرد حتی در برابر مادر خودش به چند سال محکوم شد. و من بالاخره تونستم زندگی خودم و برای خودم بسازم و به جای تمام آدمای اون روستا زندگی کنم.